بینندگان و شنوندگان عزیز، با عرض ادب و احترام، بنده داوود کفایی هستم. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت هستین. بنده یکی از برنامه هامو میس کردم و عذرخواهی میکنم از حضور بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون، و جای خوشحالی بود که سعادت داشتم که در کشور عزیزمون ایران باشم. خب ما ایران رو دوست داریم، ایران رو میس میکنیم و هر موقع که اونجا میریم یه انرژی میگیریم که واقعا حائز اهمیت است. انشالله که شما هم خوب هستین و در این برنامه در دو مورد در خدمت شما، در مورد حیوانات و مسائل مربوط به حیوانات و مسائلی که تنگاتنگ با زندگی روزمره همه ما ارتباط داره خدمتتون صحبت خواهم کرد. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه. اگر در این مورد سوالی چیزی در مورد این برنامه داشتین، میتونین مستقیما با شماره که در اکران تلویزیون دیده میشه با ما تماس بگیریم، و یا اینکه میتونین بعداً با از طریق تلفن بیمارستان با ما تماس بگیرید و در خدمت شما خوشحال میشیم که بیشتر باشیم و مسئله را بیشتر باز کنیم. همونطور که قبلا عرض کردم، ما اینجا در مورد موردهایی که صحبت میکنیم اطلاعات جامع میدیم و اطلاعات عمومی هست، و همه این اطلاعات، همه این مطالب راه‌های متفاوت و دیدگاه‌های متفاوت و نکته‌های متفاوتی داره که میشه در مورد اونا صحبت کرد. بنابراین ما و در واقع بنده میخوام اینجا نکاتی را که بنده فکر میکنم که لازمه برای شنوندگان و بینندگان ما روزمرهش کنیم، به زبان بیاریم و از این مسائل دوری نکنیم و با این مسائل آشنا بشیم، شناختمون را بیشتر بکنیم، تا که بتونیم در زندگی روزمره و یا هدفی که داریم موفق تر بشیم. من امروز برنامه رو همینطوری که عرض کردم در دو بخش میخوام خدمتتون ارائه بدم. یه قسمتش در واقع به صورت فارسی هم این ور آب و هم اون ور آب، یعنی بیشتر در مورد مسائل دامداری و دامپروری در ایران هست. خب در واقع بیشتر میشه گفت که فقط اون ور، و یا در مورد مسائلی که میشه گفت در کشور ما مطرح هست و کماکان دیده میشه صحبت بکنیم، و یه مقدارش هم و یا قسمت بعدی برنامه در مورد فیسبوک و یا سوشیال میدیا و اسمال انیمال و یا حیوانات کوچک و یا خانگی که بیشتر در کشورهای مثل کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا مطرح هست و مردم و عزیزانی که این ور زندگی میکنن اونها را در واقع در موردش میشه دخیل دانست، و یا میشه اون به قول انگلیسی involve میشن، در مورد اون صحبت کنیم. خب ما میدونیم که دام پروری و دامداری در واقع یکی از بخش های اساسی هر کشور هست، هر منطقه هست، و در کل کشورها و مناطق را یکی از پوینت ها و کرکترهایی که یه منطقه و یا کشور را طبقه بندی میکنن و یا به اون کردیت میدن در واقع تولید و مقدار و یا مقدار تولید و یا خودکفایی در مورد مواد غذایی، تغذیه، کشاورزی و دامداری و دامپروری می باشد. یعنی اگر یکی
کشوری اگر بتونه و یا منطقه اگه میتونه از نظر کشاورزی، دامداری و محصولاتی که برای زندگی اولیه و برای همه انسان و همه جا لازم است تهیه کنه و یا تولید کنه، خب مسلماً از یک نعمت الهی و در واقع زمینی برخوردار است و به همین منظور به اون منطقه یک پوینت، اون منطقه آردی یک پوینت مثبتی میگیره. مثلا میگن که آلمان از نظر دامداری و کشاورزی غنی هست و یا ترکیه غنی هست و بعضی از کشورهای دیگه، یعنی اینکه اینها میتونن تقریبا میشه گفت که بدون واردات هیچ گونه مواد غذایی از کشورهای دیگر مملکت خودشون را و یا مردم خودشون را تغذیه کنن و برای اینها مواد غذایی تهیه کنن. بنابراین یکی از پوینت های اساسی برای هر انسان، برای هر مملکت، کشور و منطقه، همطوری که عرض کردیم، تولید مواد غذایی و کشاورزی اسنشیال و یا اساسی و یا عنصر اصلی زندگی می باشد. خب با در نظر گرفتن ازدیاد جمعیت و ساختسازهای روزمره که در تقریبا میشه گفت که تمام دنیا، شاید بشه گفت که به صورت بیرویه پیش میره، روز به روز از تولید و از تولیدات مواد کشاورزی و دامداری و دامپروری متاسفانه کاسته میشه. خب شاید الان کماکان میبینیم که حتی الان میبینیم که با بالا رفتن قیمت ها و یا کمبود مواد خوب و مواد کشاورزی و یا گوشت و یا شیر، تقریبا میشه گفت که با کمبود این گونه مواد روبرو هستیم و یا اینکه قیمت ها اینقدر گرون هست که اگر هم وجود دارد شاید همه مردم دنیا به صورت یکسان و یک نواخت دسترسی به مواد اصلی خوراکی و انرژیزا و لازم برای بدن ندارن. خب این جای تأسف است و متأسفانه میشه گفت که این روند به صورت بدتر میره، یعنی اینکه ساخت ساز روز به روز بیشتر میشه و زمین هایی که برای کشاورزی بشه استفاده کرد و یا تولید مواد غذایی خوراکی دامی میشه استفاده کرد کمتر میشه. بنابراین باید بیشتر روی این مسئله بحث کرد، صحبت کرد. در واقع این شاید میشه گفت که بزرگترین مشکل آینده برای انسانیت در تمام دنیا خواهد بود، یعنی کمبود مواد غذایی. و اگر هرچی هم مواد غذایی اگه دسترسی داشته باشیم، احتمالاً جنتیکلی مودیفاید، یعنی از طریق مهندسی تغییر تحولاتی در اون شده و یا در جاهایی که در واقع به صورت طبیعی نیست تولید مثل میشن، خب مسلماً اینا هم چون نور خورشید مستقیم نمیبینن و شاید با خاک و زمین ارتباط مستقیم ندارن، یعنی در واقع ریشه ندارن، در واقع میشه یک تولید مثل و یا تولید مواد غذایی مصنوعی. و مسلماً برای این گونه تولید مواد غذایی از مواد شیمیایی، از انرژی های دیگری باید استفاده کرد که شاید بدن انسان آمادگی و آشنایی با این گونه مواد های شیمیایی نداشته باشه، چه بسا که امروز میبینیم که متاسفانه تعداد سرطان تو انسان ها و حتی در حیوانات زیاد دیده میشه. یکی از دلایلش همین مصرف مواد که طبیعی نیستن و مواد شیمیایی بیشتری به اونا قاطی شده. بنابراین دامداری کشاورزی دیگه از حالت دیمی خودش در اومده، چه بسا که ما هنوز میبینیم که در شهرستان‌های کوچک و یا دهات‌های کوچک هنوز انسان‌ها برای گذران زندگی خود
چند گوسفند، گاو، اسب، غیره، مرغ و دیگر حیوانات را پرورش میدهند، ولی در واقع اونها نیستن که جوابگوی تغذیه مواد دامی و یا کشاورزی بقیه مردم باشن. بنابراین تولید مواد غذایی چه از کشاورزی و چه از مواد دامی به صورت صنعتی در آمده، یعنی صنعتی شده و لزوماً احتیاج به یک سری اطلاعات دقیق، صحیح و بالاتری هست که بشه به یک نتیجه خوبی رسید و پیشرفت کرد و با رقابت‌های جهانی بشه با مارکت جهانی رقابت کرد. خب همونطور که عرض کردم، صنعتی بودن مستلزم این هست که ما دانش کشاورزی و دامداری، دامپروری رو دانش داشته باشیم و نه تنها یک نفر و یا چند نفر داشته باشد، باید در واقع به صورت تیم و به صورت گروهی این دانش علم را داشته باشیم و هر روز باید این دانش علم خود را مرور کنیم و چیزهایی که اتفاقاتی که در دنیا میفته و تغییر تحولاتی که میفته باید به اطلاعات خودمون روزمره اضافه کنیم. خب یکی از مشکل ترین شغل‌های دنیا همین دامداری و کشاورزی هست، برای اینکه در واقع احتیاج به یک طبیعت مناسب در زمان مناسب داریم که شاید همیشه این اتفاق نیفته. یعنی موقعی که شما باران می‌خواهیم، آب می‌خواهیم برای کشاورزی، احتمال داره که خشکسالی بشه و موقعی که اکثرا این اتفاق می‌افته زمان بهره برداری که به هوای خوب احتیاج دارین، می‌بینید که بارون میاد، سیل میاد و هوا بد میشه و آنطوری که باید بهره برداری از محصولات کرد نمیشه. خب مسلما اینم باعث ضرر و زیان‌های شدیدی برای کشاورزان و دامداران میشه و در واقع یکی از مسائل اصلی برای تولید مواد غذایی طبیعت و یا شانس طبیعی هست که اونم در واقع میشه گفت که انسان زیاد نقشی در اون نداره، چه بسا که یه سری مسائل را شاید به اندازه 10%، 20% میشه پیش بینی کرد و جلوگیری کرد در حد امکان. خب مسلما مسائل دیگری که مهم هست بیماری ها هستن. بیماری ها خب میدونیم که بیماری های دامی و یا کشاورزی خب در طبیعت وجود دارند و اینها میتونن مشکل ساز باشن. خب بنابراین ما به احتیاج به یک سری اطلاعات علمی و تکنیک، دارو، در واقع همه چیز داریم که تا بتونیم در اولا این که پیشگیری بکنیم و اگر همچین اتفاق بیماری چیزی، شیوع بیماری چیزی اتفاق افتاد، بتونیم با این رو در رو بشیم و یا بتونیم از پسش در بیاییم حداقل با کمترین ضرر و زیان. خب مسلما تعداد، همطوری که عرض کردم، تعداد دامداری های دیمی روز به روز داره کمتر میشه و تعداد دامداری هایی که صنعتی هستند و به صورت مجموع تولید مواد غذایی میکنن بیشتر میشه. خب مسلما اینا احتیاج به یک نحوه پرورش و یا بهداشت خوب و صحیح داره. خب پرورش مسلما همینطور که عرض کردم اینطور چیزا یک روزه به وجود نمیاد. برای اینکه یک پروداکشن و یا یک سرمایه گذاری صحیح داشته باشیم باید اطلاعات کافی
داشته باشیم و از متخصصینی که در این مورد صاحب نظر هستن استفاده بکنیم. خب وقتی که از این اینها صحبت میکنیم، مسلما یکی از عنصرهای اصلی کاسته در واقع، یعنی اون سرمایه هست که ما هر چقدر در مورد بیشتر در مورد متخصص و یا کارهای پیشرفته صحبت کنیم، به همون اندازه احتیاج به کپیتال و یا مادیات و یا سرمایه بیشتری داریم. یکی از مشکلاتی که در این گونه موارد اتفاق میفته، همونطور که اشاره کردم بهش، آموزش افراد است. ما فقط اگر یک دامداری و یا یک مؤسسه کشاورزی و یا دامپروری داریم، در واقع آموزش یک نفر و یا دو نفر و یا سه نفر کافی نیست. هر کسی به اندازه خودش باید آموزش دیده باشه، تجربه داشته باشه و این هر کس به اندازه خودش، این همطور که عرض کردم، این تجربیاتش باید مرور بشه و اضافه بشه. مثلا ما در کانادا، خب مسلما در کنار کنفرانس ها و سمینار ها، روز و یا خواندن مجلات و روزنامه ها و چه بسا که امروزه استفاده از اینترنت، هی روز به روز با مسائل جدید خودمون رو باید آشنا کنیم و آمادگی برای استفاده از امکانات جدید را داشته باشیم، چه بسا که در زیاد آسون نیست که با اون چیزهایی که باور داریم از اونا دست بکشیم و از امکانات جدید بتونیم و یا بخوایم استفاده بکنیم. بگذاریم از اینکه خیلی از وقتها به احتمال زیاد به امکانات خوبی که در دنیا هست، حتی چه در صورت که ما اطلاع داریم که از این امکانات وجود داره، متاسفانه شاید ما به آن دسترسی و یا دسترسی به موقع نخواهیم داشت و یا نداشتیم و یا نخواهیم به اون دسترسی پیدا بکنیم. خب وقتی از همه اینا صحبت میکنیم، صحبت از یک سرمایه گذاری هست. حالا بستگی داره که حالا میخواییم ما یک زمینی برای کشاورزی آماده کنیم و یا یک دامداری و یا دامپروری باز کنیم که 100 رأس گاو و یا گوسفند و یا اسب و یا غیره و یا 1000 و یا 10000 و یا 20000 رأس حیوان داشته باشیم. خب مسلما به همون اندازه این سرمایه ها فرق میکنه. ببین، سرمایه گذاری خب شکلهای متفاوتی داره. حداقل میشه گفت که در کانادا اکثر دامداری ها تقریبا به صورت خانوادگی همینطوری ادامه پیدا کرده، یعنی دو دوره، سه دوره و یا دو جنریشن، سه جنریشن از خانواده ها دامدار بودن، همینطوری این دامداری ادامه پیدا کرده. ولی امروزه میبینیم که دیگه مردم و یا جوانهای امروزه زیاد علاقه آنچنانی به دامداری و دامپروری کشاورزی ندارن. یکی از دلایلش هم اینه که یعنی درآمد خوبی ندارن، شاید هم علاقه داشته باشن و در مقابل زحمت زیادی که میکشن آنچنان درآمدی به دستشون نمیاد در مقایسه با دوستا، رفیقا و فامیلای خودشون که میبینن با وقت کم از امکانات زندگی بهتر برخوردار هستن. بنابراین این گونه مسائل باعث میشه که باعث دلشکستگی مردم بشه و مردم در راه دامداری، دامپروری و یا کشاورزی این راه را ادامه ندن. سرمایه گذاریه که بعدها انجام میشه و اگر از طرف خانواده به کسی انتقال پیدا نکرده، روش و یا نحوه و یا روت و یا سورس سرمایه گذاری فرق میکنه. خب بعضیا
خب دو نفر سه نفر شاید سرمایه گذاره در واقع پولش و یا کپیتالش دارن میان سرمایه گذاری میکنن و احتمالاً چه بسا چه خوبه که این پول مال خودشون باشه. و تجربه که من دارم مخصوصاً از ترکیه، اکثر دامپروری های بزرگی که و دامداری های بزرگی که ما میرفتیم، صاحباشون و یا آنوراشون از بیزنسمن های بزرگی بودن که در بخش های دیگری مثل بخش نفت، بخش آهنالات، بخش سیمان و یا در بیزنس های دیگری بودن و در واقع این قسمت از سرمایه گذاری دامداری در دامپروری به صورت هابی و یا یک علاقه شخصی براشون بوده. بنابراین زیاد آنچنان انتظار درآمد آنچنانی از اون یا نه اینکه نداشتن، داشتن، ولی حالا یه موقع هم اگر مشکلی پیش می اومد در واقع تنها درآمد اصلی زندگیشون دامداری و یا دامپروری نبوده. خب راه دیگری که میاد به نظر میاد که برای سرمایه‌گذاری در این گونه رشته ها درخواست برای وام هست، وام از دولت. خب مسلماً در خیلی از شرایط و کشورها دولت وام میده، منتهی وام اصلا کلن نحوه و یا فرمول وام برای هر چیزی، هر شغل این هست که شما وام را برمیدارید و باید پروژه داشته باشیم و پروژهتون در واقع به شما نشون بده که شما موفق خواهید شد، استفاده خواهید کرد، حتی 10%، 15% برای اون جا بذارید که اگر بعضی از نکات را اشتباه کردین این مسائل در نظر گرفته شده باشه. و خب مسلماً از وام بهره برداری خوب و یا نتیجه خوبی خواهید گرفت. ولی اکثرا در مورد وامایی که برداشته میشه و یا حداقل وامایی که برای کشاورزی و دامداری برداشته میشه به این نحو استفاده نمیشه. یک مقدار از این اولا برآوردشون زیاد هلتی و یا سالم نیست، یعنی این که شاید بر حسب یه سری محاسبات که خودشون دلشون میخواند بگن که ما امروز 10 تا گاو داریم، گوسفند داریم، در عرض 5 سال 50 تا خواهد شد، 100 تا خواهد شد و یا درآمدمون که 1000 دلاره در 5 سال دیگه 5000 خواهد شد. در واقع اینا چیز مجازی هستن، اطلاعات مجازی هستن و واقعی نیستن. و خب مسلماً وقتی که سر حساب کتاب میاد میبینی که همه اینها داستان بوده، سناریو بوده که واقعیت نداشته. چه بسا که یه مقدار از این سرمایه گذاری های و یا وام هایی که داده میشه دیر داده میشه، قسمت قسمت داده میشه و انسان ها اینا رو در احتمال داره در بعضی از نکات دیگر زندگی خودشون استفاده کنن. و در نهایت وام برای دامداری دامپروری یک مشکل میتونی مشکل ساز و نتیجه خوبی نداشته باشه. بنابراین خیلی خیلی باید روی آن دقت کرد. خب حالا فرض کنیم که اصلا قبل از اینکه ما همچین کاری بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، اولا خود این شخص و یا گروهی که میخوان همچین کاری شروع به همچین کاری بکنن باید اطلاعات تقریبا میشه گفت که کامل باید داشته باشن. خب هیچ کدوم هیچ انسان نمیتونه اطلاعات کامل داشته باشه، ولی خب باید در واقع جوابگوی همه سوالایی که امروز موجود هست باشه. حالا چه بسا که سوالات دیگری در آینده پیش بیاد، در واقع منیجمنت و یا مدیریت اینو میگه که ما باید تا اندازه جوابگوی سوالات آینده هم باشیم، ولی اگر نیستیم حداقل باید جوابگو یه سوالاتی که امروز مطرح هست باید باشیم. در واقع اینا اطلاعات شخصی و فردی و احتیاج هست که فرد و یا شخص و یا گروه که میخوان اقدام به همچین کاری بکنن را باید داشته باشن. در کنار اطلاعات
فردی و شخصی، خب مسلما شما یک بیزینس و یک بیزینس بزرگی را در یک منطقه میخواین اجرا کنیم و باید بدونید که این منطقه از نظر جغرافیایی به چه شکل هست، احتیاجش چی هست و یا جوابگویی به بیزینس شما چی هست، و اگر لازم است که شما این محصولات خودتون را به جای دیگه انتقال بدین باید بدونید که شرایطش چی هست، صرف میکنه یا نه. مثلا در مورد کانادا میشه گفت که اینجا یه سری از پروداکت ها و یا محصولاتی هست که مخصوص برای استفاده در خود استان تولید میشه و اگه بخوان حتی توی کانادا از یک استان به استان دیگری انتقال بدن، این مستلزم یک اینسپکشن و یا بررسی و یا مقررات و قانون‌های متفاوتی است. خب خوشبختانه یا بدبختانه ما این مسائل را در ایران نداریم که شما مثلا سیب زمینی که در زنجان کاشتین و یا اردبیل کاشتین اینا نمیتونین در اصفهان بفروشین، ولی در اینجا این مسائل هست و مسلماً اطلاعات و یا قوانین ملی خیلی مهمه که آیا ببینیم که دولت در واقع از این کار شما حمایت در همه لحظات و یا در همه شرایط میکنه، یا اینکه فقط به شما فقط وام میده و بقیهش دیگه شاید خودش احتمالاً مخصوصا این کار رو نکنن، احتمالاً خودشون هم آمادگی همچین چیزی ندارن. یعنی وقتی که شما مثلا ما خودمون اینا این مسائل رو در شمال ایران میبینیم که و یا دیدیم که وقتی که موقع بهره برداری و یا فروش برنج میشه، از قدیم و ندیمن حتی از موقعی که ما بچه بودیم میگفتن که دولت از کشورهایی مثل هند، چین، اینور اونور برنج های ارزان قیمت وارد کرده. خب این خودش یک نوع مقابله با تولیدات داخلی بود و مشکل ساز بود. خب مسلما همه مردم امکانات کافی نداشتن که برنج مرغوب و گران قیمت بخرن و مسلما مجبور می شدن که با برنج وارداتی که قیمتش مناسب هست اداره کنم. بنابراین شما اگه یک بیزینسی میخواین شروع کنیم، مخصوصا دامداری دامپروری، البته این در مورد تمام بیزینس ها میشه گفت که مهم هست، باید ببینیم که سیستم دولت و یا همکاری دولت و یا اطلاعات دولت، ارتباط دولت و یا شما با دولت چجوری هست و در واقع میتونید شما اینو بررسی کنید که ببینید در گذشته چجور بوده و چه کارهایی چه اتفاقاتی انجام شده. دیگه احتیاج به گفتن نیست که شرایط در ایران فعلا متفاوت هست به خاطر مسائل کل اتفاقاتی که در منطقه و ارتباطاتی که بین کشور ایران و کشورهای دیگری هست و در واقع سانکشن که گفته میشه، در واقع میشه گفت که تمام امکانات اصلی رو برای ایران و یا ایرانی ها اینها بستن، راه را بستن و مشکل کردن. و اگر امروز ایران و مردم ایران و دولت ایران اگر امروز چیزی داره دیگه، با در واقع میشه گفت که از کمترین امکانات برخوردار هست و از امکانات محدود برخوردار هست و در واقع میشه گفت که این سویتبل برای امروز و برای آینده نیست و معلوم نیست که آیا از اینم بدتر بشه یا نه. چه بسا که در دامداری کشاورزی پیش آ پیش، خب مسلمن در کشورهای پیشرفته مثل آلمان، کانادا و یا جاهای دیگه همیشه تحقیقات علمی میشه و بلافاصله آمارگیری میشه. اگر در یک منطقه
پشه، مگس، کک اگه زیاد شده، کم شده و یا بیماری به وجود اومده و اگر ارتباط بین این پشه، مگس و بیماری در حیوانات پیدا شده، اینا تحقیق میشه، راپورت داده میشه و خیلی باز هست سیستم. یعنی اگر شما 5 تا 10 تا حیوانتون مریض میشه و فکر میکنی که این توی منطقه اخیراً زیاد شده، اتفاق افتاده و شما با کسانی که در منطقه از طرف دولت مأمور مسئول هستن به اونا اطلاع میدیم و اینا به شما اطلاع میدن که خب در همین منطقه در دامداری های متفاوت هم احتمال داره از این اتفاقات افتاده باشه. بنابراین پنهانکاری و یا کمکاری مطرح نیست در این کشورها، بلکه وقتی همچین شکی بشه بلافاصله نیروی بیشتری برای پیدا کردن و حل این مشکل در این مسائل در این کشورهای خوب و بزرگ اعزام میشه که خودش خیلی مهم است. خب یکی از مسائل دیگری که خیلی مهمه در دامداری و یا کشاورزی، خب خود تغذیه دام هست. خب متاسفانه ما میبینیم که خب همه چیز برمیگرده به درآمد و پول و امکانات. وقتی که اگر شما امکانات مادی کافی نداشته باشین، مسلما میایین از محصولاتی که محصولات غذایی که کیفیت خوبی ندارن و یا کم دارن برای حیوانات خودتون استفاده میکنین. به همین دلیل تولید مواد غذایی کمتر میشه و کیفیتی که شما میخواین تولید کنین اونم مسلماً بهتر نخواهد بود. و همینطور باز هم میشه گفت در مورد بهداشت مکان صحبت کرد. بهداشت مکان دامداری و کشاورزی خیلی مهمه. خب مسلماً اینم مستلزم امکانات هست، امکاناتی که دارویی، امکانات شیمیایی که آیا دسترسی کامل به مواد شیمیایی و داروهای که کیفیت خوب دارن داشته باشیم و یا نداشته باشیم. و در نه تنها دسترسی به امکانات، حتی دسترسی به امکانات در موقع مناسب و یا در وقت لازم یکی از مهمترین نکات هست که ما موقعی که اینو لازم هست استفاده بکنیم، برای اینکه این حیوان و یا محصولات کشاورزی در حال رشد هستن، اینا لایف هستن، جاندار هستن، تغییر تحولات انجام میگیره و اینا هر کدومشون دورهای خودشون رو دارن و اگه قراره که دارویی که امروز باید استفاده کنیم و یا مواد شیمیایی که امروز باید استفاده کنیم که فکر میکنیم که برای حیوان و یا محصولات کشاورزی ما، باغ کشاورزی ما مفید هست، اینو اگر یک ماه دیگه، دو ماه دیگه به دستمون برسه شاید تاثیرش به اندازه امروز مفید نباشه و در واقع فرصت رو از دست داده باشیم. خب مسلما اطلاع رسانی یکی از عنصرهای اصلی هست و اطلاع رسانی را یک از علم جامعه هست که خیلی وسیع هست. در اینجا ما اطلاع رسانی در خود مجموعه که اینجا کلمه کمیونیکیشن استفاده میشه که استفاده میشه، این یک خودش یک پروسس داره در هر مؤسسه، هر مکانی که تولیدات میکنن و یا بیشتر از چندین نفر کار میکنن. خب اطلاعات از طریق تکست، مسیج، ایمیل، سمینار، گفتگو، میتینگ و از
طریق کتابچه و رگولیشن و یا به صورت آماده شده که همه دسترسی داشته باشن و همه مطالعه بکنن و از این استفاده بکنن. و اگر موردی میبینن که با این شرایط اساسی اون مؤسسه در واقع اگه همخوانی نمیکنه، بلافاصله به کسان دیگر اطلاع بدن. این در واقع اطلاعات داخلی هست و بعد به همین اندازه از روش‌های متفاوت از طریق کسایی که موظف هستند به اطلاع رسانی در منطقه و همینطور بیشتر و بیشتر میشه که مسلماً اطلاع رسانی هم در هر مؤسسه و در مؤسسات بزرگ شخص به خصوص برای این مسئله دزیگنیت شده و یا تعیین شده که این بتونه از تکنیکا و روش ها و زبان مخصوص اطلاع رسانی استفاده کرده و بتونه این مسائل را با عناصر و عنصرهای دیگه و یا عنصرهای مربوط بتونه در ارتباط باشه و رد و بدل بکنه. خب یکی از در موردی که دامداری و کشاورزی وقتی صحبت میکنیم و در موقع اطلاع رسانی صحبت میکنیم و انتظار داریم که دامدار اگر مریضی در دامداری داره و یا گاوی و یا گوسفندی اسبی اگه مریض شده و فکر میکنه که این مریضی داره رشد میکنه و یا به حیوان دیگری سرایت میکنه، خب این میتونه بیماری ویروسی باکتریال باشه و یا انگله باشه، میتونه برای اون مؤسسه و یا دامداره خطرناک باشه. خب ما از اونا میخواییم که اینو اطلاع بدن به ارگانهای دولتی و یا مؤسسات مربوطه. خب آیا وقتی که اینو اطلاع دادن اینا انتظار دارن که ببینن که در نتیجه چی میگیرن؟ خب در کشورهای پیشرفته کامپنسیشن میدن، یعنی شما اگر گاوی گوسفندی مریض هست و یا حتی خود کل دامداری و یا مرداری اگر یک بیماری ویروسی و یا باکتری و یا انگلی گرفته که در واقع نمیشه اینو بهبود داد که و یا خوب کرد، ارگان‌های دولتی اون منطقه تصمیم میگیرن که تمام حیوانات رو از بین ببرن و به همون اندازه به صاحب دامداری و یا مرداری خسارت میدن. و این درسته که یک پولی هست که از جیب دولت و مردم میره، ولی نهایتاً از پیش آمدن مشکلات بزرگ و بیماری های و شیوع بیماری های بزرگ جلوگیری میشه که خیلی اساسی هست و مهم است. خب همه اینا مستلزم این هست که آیا ما در واقع میشه گفت که اینا رو میشه در دامداری و دامپروری های دیمی هم رعایت کرد با اطلاع رسانی، با آگاهی رسانی و تبلیغات و مسلماً هم این در دامداری های و یا صنعتی. خب میدونیم که انتقال بیماری از حیوان به حیوان و از حیوان به انسان و حتی از انسان به حیوان ممکن هست و خیلی نکته‌ای هست که باید به اون دقت کرد. در کشورهایی که مثل کانادا وقتی که ما از کشور خارج میاییم در پرسشنامه که به ما میدن پر کنیم، یکی از این متاسفانه مثلا ما در ایران همچین چیزی همچین پرسشنامه‌ای نمیبینیم. وقتی که وارد ایران میشیم پرسشنامه‌ای هست که میگن که آیا شما در فارمی و یا دامداری کشاورزی بودین و اگر بودین از کجا میدونین که اون دامداری و یا کشاورزی مبتلا به بیماری نبوده. و به همین منظور محصولات گیاهی، حیوانی و هر گونه محصولات زنده که بتونه بیماری داشته باشه ورودش به کشور، حداقل به کشور کانادا، ممنوع هست. و این یعنی این به این نکته رو میرسونه که اگر ما به عنوان شخص اگر در دامداری و یا
جایی بودیم که بیمار داشته باشه میتونه اون بیمار رو از اون حیوان گرفتیم و به عنوان انسان اگر اینجا دامداری و حیوانی را ببینیم میتونیم به اون انتقال بدیم، یعنی انتقال بیماری همطور که عرض کردیم همچنان که از حیوان به حیوان ممکن هست، از حیوان به انسان و از انسان به حیوان ممکن هست و یه سری از بیماری ها هم که جزء کتگوری زونوتیک دیزیز هم قبلا صحبت کردیم. نهایتا احتیاج به یک گروه آموزش دیده و متخصص هست برای کار و یا تولید مواد غذایی، چه کشاورزی و چه دامداری. و باور نمی کنید که یکی از مسائلی که اینجا مطرح هست، چه صنعتیش و چه دیمیش، در واقع کسایی که کشاورزی می کنن و دامداری می کنن و تولید مواد غذایی برای منطقه و کشور و مردم خودشون انجام میدن، یک گروه انسانهای فداکاری هستن، زحمتکش هستن. باور کنید که خیلی وقتا اینها در واقع درآمد برای اینها مهم نیست و یا حداقل به اندازه مهم بودن درآمد، تولید و محصول رسانی و به جامعه و به مردم همینقدر مهم است. در واقع میشه گفت که یکی از گروه های شریفی هستند که در هر منطقه که اینها تولید میکنن و تولید را به مصرف ترجیح میدن، باید از اینها هم به عنوان مردم و هم به عنوان شهروند قدردانی بکنیم و قدر محصولات اونها را بتونیم و هم که مسلماً به عنوان دولت و که امکاناتی برای این قائل بشیم که اینها از این کارشون لذت ببرن و در واقع نتیجه کارشون را بدونن و یا بگیرن. در واقع باور کنید وقتی که شما یه محصولی را از حالا هرچی که از یک کشاورز و یا دامدار میخرین، در واقع من کاکوداری فکر میکنم این پولی که اونا میگیرن خیلی کمتر از اون زحماتی هست که برای تولید این محصولات زحمت کشیدن و انجام دادن. و معمولا شما در شهر و یا سازمان های صنعتی که کار میکنین، خب همه چیز بر حسب ساعت هست و دقیقه هست و ساعت میزنین ورود و ساعت میزنین خروج و همه چیز روزی حساب میشه که شما هفتگی 30 ساعت، 40 ساعت، 50 ساعت کار کردین، در حال این که کسایی که دامداری و کشاورزی کار میکنن 24 ساعته هست بدون اینکه وقتی ورود و خروج بزنن. و ناگفته نماند که به صورت تمام اعضای خانواده است در یک دامداری کشاورزی، فقط پدر، خواهر، مادر کار نمیکنه، بلکه همه اینها دست به دست هم میدن و زحمت میکشن. و یکی از مسائل مهمی که هست، خب واکسن هست، دارو هست. متاسفانه برداشتی که من از چند روزی که در ایران بودم داشتم، متاسفانه به خاطر مشکلاتی که امروز داریم، مردم ما به واکسیناسیون کافی و لازم و واکسیناسیون خوب برای حیوانات و به موقع و همچنین به داروهای خوب دسترسی ندارن که این در واقع یک مشکلی اساسی هست که امروز روز به روز داره تولیدات مواد غذایی رو در کشور کم میکنه، مشکل میکنه و در آینده میتونه مشکل تر از این بشه. و بنابراین هر چی زودتر مردم و مملکت و دولت باید برای این فکر اساسی بکنن که بتونن به داروها و مواد شیمیایی که لازم هست به صورت از سورس اصلی و یا مرجع اصلیشون دسترسی داشته باشن و در واقع به داروهای و واکسن‌هایی که کیفیت ندارن و خودشون میتونن کشنده برای حیوانات ما باشن استفاده نشه. و همطوری که عرض کردم، با بالا بردن کیفیت و مقدار محصولات
تولیدی، کشاورزی، دامداری و دامپروری و محصولاتی که مردم رو تغذیه میکنه و برای تغذیه مردم لازم هست، میتونیم قدرت کشور خودمون رو نشون بدیم و میتونیم در واقع احتیاج خودمون رو به کشورهای دیگر، به مردم دیگر کمتر کنیم، که خودش در واقع یکی از، همونطور که عرض کردم، پوینت های اساسی در کلاسیفیکیشن های بین المللی هست و اون کشورها، مناطق و مملکت هایی که تولید مثل خوب دارن از در دنیا از کردیت بهتر و بالاتری برخوردار هستند. اگر اجازه بدین در این، برای این موضوع اینجا نکته بگذاریم و در مورد، به صورت کوتاه 10 دقیقه که وقت داریم، در مورد موضوع بعدیمون صحبت کنیم. موضوع بعدی ما که من میخواستم توجه مردم، دوستان، عزیزان رو به این مسئله جلب کنم، موضوع سوشیال میدیا و یا فیسبوک، اینستاگرام و لینکدین و اونای دیگری هست برای کسانی که حیوان دارن. و یا همینطوری که میبینیم این سوشیال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، غیره اینا، امروزه خیلی موثر است، قابل استفاده است. فقط نکته مهم این هست که ما اینها رو به اندازه استفاده کنیم و همچنین برای چیزای مثبت استفاده کنیم و شاید لزومی نداره که برای هر نکته و یا هر زمانی، هر منطقه، هر موقعی ما از فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام استفاده کنیم. متاسفانه امروزا البته کیس های دیده میشه، وقایع اتفاق افتاده که این مسئله پیش اومده. مثلا یک دختر خانم جوان 16 ساله، 18 ساله، 20 ساله با پیژامه و یا با لباس خواب و یا با لباس خانگی در خونه با یه سگ کوچکش و یا گربه کوچکش عکس گرفته و این عکس رو گذاشته تو فیسبوک و اینستاگرام. خب مسلماً هیچ نیت، و امیدوارم که هیچ نیت بدی نداشته و نداره، خب مسلماً اینا گذاشته که برای اینکه با دوستاش شیر کنه اون حالت، اون زمان خوبی و انجویبلی که داشته در خونهش استراحت میکرده و چقدر به پتش، گربهش، تگش علاقه داره، اینو شاید بخواد نشون بده. ولی اینها متاسفانه گاکدار اتفاق افتاده که بر علیه همون شخص استفاده شده، چه اینکه از لباسش، از مسائل خصوصی که در خونه، از رنگی که، از کاغذ دیواری که در خونهش گرفته شده، از رنگ لباسی که پوشیده و یا عکسی که در دیوار زده شده که غیر مستقیما در این، در این عکسی که تو فیسبوک گذاشته، اینا همش برای اینا خطرساز شده. حتی مثلا گاکودار اینجا در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده که مثلا در بعضی از آپارتمان ها، خب پت، اجازه پت اجازه داده نمیشه، یعنی شما نمیتونید سگ گربه داشته باشین و یا نمیتونید بیشتر از یه دونه داشته باشین و یا بزرگتر از یک سایزی نمیتونین سگ اینا داشته باشین. و شخص اومده در خونهش موقعی که سگش خوابیده بوده یه عکس گرفته و اونا فیسبوک، تو فیسبوک گذاشته و لندلورد و یا صاحب خونه متوجه شده که این شخص و یا تننت و یا مستاجر ایشون به جایی که یه دونه حیوان داشته باشه 3 تا 4 تا حیوان داره و یا به جایی که یه حیوان کوچک داشته باشه حیوان خیلی بزرگتری هست تو خونه داره که این بای لاو آپارتمان مغایرت داره. بنابراین توصیه ما این هست که در استفاده از عکسایی که حیوانات در اونها هست و سگتون، گربتون، خواهشن به این مسائل دقت کنید. متاسفانه کسایی که بیشتر با این چیزای فنسی وقت خودشون رو میگیرن، یه مقدار از اطلاعاتی که، اتفاقاتی که در اطرافشون اتفاق میفته زیاد با خبر نیستن، مگر اینکه برای خودشون بیفته.
خب یکی این که یکی از مشکلات و مسائلی که هست تولید عکس و مسائل و مطالب بیش از اندازه است در سوشیال میدیا، یعنی هزاران صد هزاران میلیون ها تکست و عکس و مسائل رد و بدل میشه از تمام دنیا در یک لحظه و اکثر این مردم به اینا دسترسی دارن و کامل کافیه که در یکی از این مسائل یکی در تمام دنیا احتمالش هست که از این عکس شما یک استفاده منفی بکنه و بر علیه شما و یا موضوع ایجاد بکنه که در زندگی شما ایجاد ناراحتی بکنه. بنابراین پیشنهادمون به خانواده ها این هست که تا اونجایی که ممکنه در این مورد با بچه هاشون صحبت کنن و از عکس و مسائلی که حیواناتشون رو میخوان با دوستاشون با فامیلاشون شیر کنن اندازه‌ای داشته باشه و همچنین مطمئن باشن که اینها برای اونها مشکل ساز نخواهد بود. و بعضی موقع ها میبینیم که در این سوشیال مدیا فیسبوک و یوتیوب اینا یه سری واقعا عکسای خیلی بدی دیده میشه که حیوانو اذیت میکنن، حیوانو شکنجه میدن. واقعا دیدن بعضی از عکس ها من خودم خیلی ناراحت کننده است و واقعا مؤثر خیلی تاثیر بد میگذاره. خب اینها رو هم تا اندازه باید یکی روشی پیدا کنن که مثلا کسی که آردی دیپرست است و یا مشکل خدای نکردن روانی داره و یا یک حساسیتی به خصوص داره، شاید لزومی نباشه که این عکسم اون ببینه تصادفاً و به مشکلات شخصی روحی و روانیش اضافه بشه. بنابراین ما مسئولیت پذیر باید باشیم. به عنوان شهروند این مسئولیت شخصی ما هست که برای هر چیزی اندازه داشته باشیم. قبل از اینکه کاری بکنیم باید به اون فکر کنیم. همینطور که عرض کردم اینقدر مسائل مطالب زیاد هست که در واقع اینا نمیتونن بیان برای هر چیزی بلافاصله قانونی ایجاد کنن و این قانون به گوش همه برسه و همه ما بتونیم تک تک از قانون رعایت کنیم. تا یه قانونی در مورد یه چیزی پیش میاد یک مطلب دیگری به وجود میاد که در واقع احتیاج به اون قانون اولیه رو حس میکنه و یا تغییر تحول در اون قانون احتیاج پیدا میکنه. اتفاقا یک چیزی که اخیرا شنیدم که مسلما در مدیا بوده این که یه شخصی تو آمریکا یه مکروویو میخره و اینو آورده خونش و سگش زیر بارون بوده یا شسته خیس شده و سگش رو گذاشته بوده توی مکروویو که خوش بشه و مسلما سگش مرده بوده و ایشون این شخص اون کمپانی که مکروویو را به اینا فروخته بوده شکایت میکنه، به دادگاه میبره و میگه که میلیون ها دلار ازش ادعای خسارت میکنه و همونطوری که من شنیدم و این کیس هم میبره در واقع، یعنی در واقع دادگاه حق را به این شخص خریدار مکروویو میگه و دلیل این شخص این بوده که مکروویو که تولید کردن و یا به اینا فروختن ننوشته که شما نمیتونید سگ خودتون رو در مکروویو خوش کنین. خب اگه حالا بیاین میشه روی این موضوع ساعتها صحبت کرد. از یه طرف خب مسلما حق با ایشونه که نوشته نشده است، ولی از طرف دیگر این که ما یه کامن سنسی که صحبتش هست که آیا خودمون هیچ فکری و زحمتی به خودمون نمیدیم که فکر کنیم که آیا کاری که میکنیم امکان داره که صحیح نباشه و همه چیز را بر اساس نوشته ها انجام میدیم، آیا ما کارهای دیگری که نوشته شده به ما داده شده انجام میدیم که حالا اینی که ننوشته شده انجام میدیم، آیا ما
ترافیک را رعایت میکنیم که همه جا نوشته شده که بیشتر از 50 نرین، 60 نرین، 70 نرین، ما 100 میریم، 120 میریم. حالا اون چطور شده که نوشته هم شده ما رعایت نمیکنیم، ولی حالا در این کیس چون ننوشته شده و ما بی احتیاطی کردیم و جون حیوان رو از دست دادیم، حالا حق ما حق به جانب شدیم. مسئله برنده شدن و یا باختن و یا بازی با کلمات نیست و یا میتونه باشه. در واقع خود ما انسان ها چی فکر میکنیم، خودمون چه مسئولیتی را میپذیریم. آیا این بهتر نبود همین شخصی که فکر میکرد که میتونه سگش رو در مکروویو خوش کنه، میتونست به اون کمپانی زنگ بزنه به که آیا من میتونم سگمو خوش کنم یا نه، و اگه میگفتن بله یا نه، و اگه میگفت که اگه فکر میکنی که نمیشه، بهتر نیست که شما در مکروویتون در استیکر بنویسین که سگتون رو نمیتونه خوش کنین. خب آیا این به عنوان پیشنهاد بهتر بود؟ نمیشد تا اینکه بیان یک جون سگ رو از دست بدن و میلیون ها دلار به کمپانی کسی که مکروویو را ایجاد کرده که یکی از عنصرهای اصلی زندگی شهری همه ما هست به ضرر بندازه و اون چجور به بقیه اعتماد کنه. بنابراین مسئله مجادله و مقابله و درد سرسازی نیست، مسئله این است که ما خودمون باید بیشتر از فکرمون، از مغزمون، از وجودمون، از امکاناتی که طبیعتا خداوند به ما داده از اون استفاده بکنیم که به نفع هممون خواهد بود. بنابراین همونطور که عرض کردم سوشیال مدیا، فیسبوک و غیره خوشبختانه زیاد در ایران آنچنان رایج نیست، چه بسا که خب خیلی ناراحتن که خب کم و فلان اون بحث سیاسی شناشه، من کار ندارم. ولی این که همه چیز باید به اندازه استفاده بشه. ما فقط نه اینکه شماها نمیدونین، ما نمیدونیم، کسی دیگه، ما اینو نمیگیم، خدا نکرده قصد نصیحت به کسی نداریم، فقط هی باید یادآوری بکنیم، به هم دیگه یادآوری کنیم. من در این قسمت از برنامه در مورد حیوانات، در ارتباط با حیوانات این صحبت خواستم بکنم که این در کورت دیده میشه، در کالج دیده میشه، مشکلات را برای همکارای دامپزشک ما به وجود میاره، چه مطلب بخونن، چه مطلب بنویسن، چه عکسی ببینن. بنابراین تا اونجا که ممکنه حداقل ما به عنوان پروفشنالیست ها باید از این مسائل خودمونا برحذر بداریم. امیدوارم که مطلب برای شما خوب باشه و یا مفید باشه، و یا اگه خودتونم استفاده نکردین حتما کسایی را که میشناسین که میتونن از این مطالب استفاده کنن. تا برنامه بعدی همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. روزتون بخیر.